سنسیویتی بیسیک به طور کامل پروندهش رو بستیم. اینو آن کن، به هیچ عنوان کارکترت نمیشینه. وقتی تیر میزنی یه صدای جذابتری میده، یه صدای دوب دوب. این به طرز فجیحی با بخش سنستون یه حالت میکستور داره. دوستای عزیزم سلام، اومدیم با تنظیمات کال آف دیوتی موبایل برای قسمت بتل رویال و تقریبا به طور مشابه برای مولتی پلیر. اومدم با چیزی که خیلی منتظرش بود، سنسیویتی بیسیک به طور کامل. توضیح خیلی عظیمی راجبش باید بهتون بدم و بریم که داشته باشیم. همه تون رو رها کنم، آزاد کنم از اون بخش گنگ مغزتون که منتظر بودید اینا رو بهتون بدم. دوستان عزیزم بریم سراغش. خب اومدیم یه ویچ بوردن داریم، میخوام برم تو تنظیمات اون بالا کردیتو نگاه کن. 31 میلیون. الان میگن عجب غیریه، این چرا خرج نمیکنه کردیتاشو؟ نه خرج نمیکنم. از کجا شروع کنیم؟ بریم براتون از سنس شروع کنم. سنس خوبه. میریم بی آر مود. خب بچه ها روتیشن مود بدون استثنا بخوام اینا رو توضیح بدم، خب بهتون بگم سنس یه چیز شخصیه، تو نمیتونی با سنس من بازی کنی. نه اینکه من شاخم، من خیلی هم تو مثلا فلان، نه سنس یه چیز شخصیه. سرعت انگشت، سرعت چشم، سرعت کوف، سرعت زرمار به همه اینا بستگی داره. ولی چیزی که من چیدم میتونی بچینی تست کنی، بخاطر همین که گفتید برامون بذار دیگه دارم براتون میذارم. و اینا من قبلا هم ویدیوشو با موبایل درست کردم، بهتون گفتم یه چیز کاملا شخصیه. ولی روتیشن مود فیکس اسپید یه سنس معمولی 120 بهتون میده، اما من دوست نداشتم. دیستنس اکسلریشن، سرعت حرکت انگشتتون رو صفحه، هر چقدر سریعتر، آرومتر، کوتاه‌تر، بلندتر حرکت بدید اونقدر تاثیر داره. اسپید اکسلریشن بذارید واسه من 160، هر چقدر بالا ببری سنست بیشتر میشه. سرعت چرخش صفحه دیگه دادم لال میشم. سنسیبیلیتی سویچ همین اولی بذار، نمیخواد تغییر بدی. بعدی و کاستوم بذار که بریم پایین اینا رو تغییر بدیم. بخش چی بود؟ کامرا سنسیویتی. استاندارد سنسیویتی همون کامرایی که بالا نظارگر هستی و تقریبا سعی کن برابر با اون اسپید اکسلریشن بالات بذاری استاندارد. و رد دات ان هولد میشه زمانی که تو میخوای ایم بگیری. خیلی جالبه این سنس رد دات ان هولد سنسیویتی با اون سنسی که داخل ADS سنسیویتی که پایینه، اینا همه با هم یکیه تقریبا. ولی خب ما حالا دونه دونه بهتون میگیم. ADS هم که همونه، تاکتیکال اسکوپ سنسیویتی یه دونه ایم هست، تاکتیکال مثل رد دات میاد، این برای اونه. من که استفاده نمیکنم، اگه میخواید بذارید. اسنایپر اسکوپ سنسیویتی نیازی نیست بالا باشه، پایین باشه بهتره. اسنایپ نباید بلرزه، نباید زیاد اذیت کنه. سرد پرسن سنسیویتی که سوم شخصه، اینم زیاد بالا، اینم میگم این حالت تست آزمون باید بگیری، آزمون خطا کنی که آقا خوبه یا نه، شخصیه کاملا. ولی باز من براتون گذاشتم اسکوپ 3 4 6 8 3 که برای مارکسمن هست اگه اشتباه نکنم. پایینی هم که دیگه همون متوسط بذار، اصلا نیازی نیست. فایرینگ سنسیویتی، خب فایرینگ سنسیویتی استانداردش واسه همون تایمیه که تو فقط ایم گرفتی و تیر نزدی. رد دات اند هولد واسه زمانی که داری تیر میزنی. ADS بازم همون حالت. بهتون میگه توضیح بدم، رد دات واسه زمانی که رد دات داری، ADS که کلن ADS، یعنی اینکه تو فرقی نمیکنه که چی روگانت باشه، تو حالت ایم ADS باشی این سنس برای اون زمانه. حالا میخوای برای منو بچین، میخوای برای خودتو بچین. تاکتیکال اسنایپر سرد پرسن سنسیویتی خیلی جالبه برام. این سرد برای هیپ فایره. یک کلمه یه هیپ فایر رو نیاورده اینجا بنویسه بچه ها اشتباه نکنن. خیلی ها دنبال این میگردن، خیلی ها دنبال این میگردن که اون FPP و TPP رو بدونن آقا این واسه هیپ فایره یا نه. پس این سرد داخل فایرینگ، دقت کنید، فایرینگ سنسیویتی سرد پرسنش واسه هیپ فایره. اینو ببر بالا که زیاد میس ندی. 140 من گذاشتم. بچه آیپد با موبایل کاملا فرق میکنه، صفحه بزرگتره، رفرش فرق میکنه، رفرش ریت
خدایا جیرزگاپ جیرزگاپ من 300 بود دیگه. اکتیویژن دیدی تغییر میده سنسو، حواستون باشه کپی بگیرید بچا، یهو میبینید هر آپدیتی که میاد اینا تغییر میده. مثلا جیروسکوپ من الان دیدم جیروسکوپ من 300 بود، نمیدونم. فری ویو سنسیویتی هم مال همون چشمیه هست، میگیری سفر رو میچرخونی بینگ بینگ بینگ، اون واسه همون تایم. آره دلگ بازی بس. بریم سراغ بیسیک بی آر مود. ایم اسیست آن کن، سوپرمن بازی در نیار، ایم اسیست باید آن باشه. میدونی چرا؟ ایم اسیست تو آف کن، برو پرکتیس رنج تمرینی، منطقه تمرینی بخوای تمرین کنی، اون موقع میفهمی یعنی چی. یه میل از انمی این برتر بگیری نمیخوره. ایم اسیست باعث میشه که یه ذره اوکیش کنه، که یه ذره نزدیکش هم باشه بخوره به طرف، میس نره تیرت. ما بقیه بذار ببینم چیز مهمی اگه باشه بهتون بگم. اوتو اوپن دور این مهمه واسه فایت های، واسه همیشه مهم نیست. من زمانی دارم بهتون میگم که تو فایتی مثلا فرض کن میخوای بری داخل در مثلا اون دکمه رو بزنی، آی باز شد دستم نمیخور، یارو از پشت پارت میکنه، نه یه همینجوری میری داخل که اوپن دیگه، به طور عادی اوتو باز میشه برات. گزینه بعدی بخوام بهتون بگم هاید پران باتنه، که این بچه هایی که دکمه دراپ یو میفتی زمین نمیخوان دکمه اسلاید نگه دارن بخوابن زمین، اینو فعال کنم برن داخل هادشون. یه نکته، هاد خودمو هاد سعی میکنم موبایل، من داخل موبایل بازی رو کلن پاک کردم، ولی هاد خودم براتون میذارم، اونایی که آیپد دارن میخوان استفاده کنن، سعی میکنم هاد موبایلم اوکی کنم براتون بذارم، ولی تو ویدیوهای قبلیم هستش، اگه بخواید میتونید برید 5 انگشتی رو موبایل، 4 انگشتی رو موبایل، همه رو براتون گذاشتم، هیچ تغییر نکرده، همونه. بچه‌ها دارن استفاده میکنن، یه سری از فالوورات کاملا راضین. میایم پایین‌تر، چیز خاصی نداره که اینجا بخوام بهتون بگم. اوتو یوز آف کنید، اوتو یوز باید آف باشه، تو خودت باید آرمور بزنی، اینکه آرمور یه دونه بزنی پشت سر هم بخواد بزنه باید این اوتو یوز رو آن کنی، ولی آف کن، ممکنه داخل فایت باشی نیاز باشی یه جا با یه دونه آرمور میزنی آف بشه، نخوای دیگه ادامه بدی، نیاز نباشه ایم بگیری تا اونو کنسلش کنه، اینو آف کن. چیزایی دارم بهتون میگم که پرو پلیر رو دارن استفاده میکنن. سینک ADS FOV اسکوپ زوم، این به شدت مهمه، یه ذره میاد عقب میریم پایین، سنسشو بهتون میگم، زمانی که ایم میگیری یه ذره دوربین میاد پشت گان، یه ذره فاصله دورتر دیده بیشتری بهت میده. خب بریم پایین، انمی تاکت نریم پایین بالا، یه چیز مهم دیگه، انمی تاکتیکال اسکوپ فلش، اونایی که با اسنایپ اسکوپ میگیرن یو برق میزنه داخل مپ تو میفهمی اسنایپ داره، اینو آن کن که اون قضیه فعال باشه. اگه دوستانی که مشکل داشتن اسنایپ جلوشون بود و فعال نبود روشن نمیشد، اینو فعال کنن. ترانسپرنتیز پلیر نیر نمیدونم فلان بسار، این آن باشه. حالا چرا بچه دیدید میرید بغل دیوار مثلا کاراکترتون برفکی میشه، این برای همون قضیه است، این آن باشه که دیدت بهتر باشه، یهو کاراکتر مثلا تو صورتت نمیبینی اونجا چه خبر جلوت چه خبر، این اوکی باشه، حتما جزء مهمتریناست. بریم پایین. آها بچه‌ها خیلی ازم پرسیدید، خیلی ها پرسیدن که صدای تیری که به انمی میزنیم چرا با صدای تیری که تو به انمی میزنی فرق میکنه. اکتیویژن چیز جدید آورده، وقتی تیر میزنی یه صدای جذابتری میده، یه صدای دوب دوب بیشتر میده، من که حال میکنم باش، این همون صدا است، آنش کن. فست کلایم داری میری از یه جا بالا، این حتما فست باشه. ADS FOV کرو بچه این آف باشه، یه حالت انحنای زومی که داری میگیری و همون اولش اون به نظر من آف باشه بهتره، من یه عدد آن کردم راضی نبودم آف کردم. میریم پایین، ویپن پرفورمنس بایل ADSing اینا واسه من همشون صفره. میریم پایین تر، اینا هم تقریبا صفره. دمیج نامبر، تیر میزنی به انمی تعداد دمیجی که زدی به نشون میده، آنش کن روی 100 بذار، تعداد تیری که میزه خیلی کمک میکنه، مثلا مثال تو فایت اسکوادی یکی استایپ میکنی فلانی مثلا 200 تا تیر خورد یه دونه تیر رایفل بزنی مرده، فلانی 100 تا خورد یه دونه با من استایپ بزن یارو پرپر میشه. بله اینا رو هم داره. قسمت ADS
تپ تو ADS یه دونه بزن میره تو ایم دیگه بیرون نمیاد، بات سگت میکنه، به درد نمیخوره. طبعا هولد تو ADS زمانی که دنگوشتو نگه داشتی روی ایم، ایم میگیره، برداری از ایم در میاد. اینا چیزهای خیلی ساده یه که شاید یه سریاتون ندونید، ولی من کامل توضیح میدم که راضی باشید. دیسپلی میدن نمیخوره، اسلاید اینا هم هیچی. Always sprint کارکتر گیگدید میخوای نشینه. آره کارکترت میخوای نشینه، خیلی دارم صحبت میکنم، اگه اشتباه لفظی میشه ببخشید. کارکترت میخوای نشینه، اینو آن کن، بذار روی 100. Always sprint تو قسمت این نکته رو همینجا بهتون بگم کامل تمامش کنم. تو قسمت هادت اون جویستیکی که داره ببخشید، اون جویستیکی که داره اونو بگیر، اون بالاش یه دونه اینجور فلش یه دونه دایره است، اونو بگیر بیار پایین، کامل اینو آن کن، به هیچ عنوان کارکترت نمیشینه. جیروسکوپ هم آفه، من یه فول جیروسکوپ پلیر بودم. کامرا اف او وی اون بالا سینک کامرا اف او وی زوم رو یادتونه فعال کردیم، این دقیقا برای همونه. خب ما اینجا فرست پرسنش بچه ها میشه واسه زمانی که ایم گرفتی، اینو کامل بهتون توضیح میدم. کامرا اف او پی اف او وی تی پی پی، خب این اینجا 80 میذاریم، فاصله کارکترتون تا صفحه، چیزی که بهتون دوربین نشون میده، این بالا باشه چون دید خیلی بیشتری به اطراف دارید، من اینجوری بهتون توضیح میدم. پایینش که اف او وی تو حالت اف پی پی ما اصلا نیازش نداریم، ولی اینم بذارید رو بالاترین حالت. من ممکنه یهو تو فایت بخوای اف پی پی کنی و این اف او وی به دردت میخوره. بالاش اف او وی رنج، این به شدت مهمه، فرست پرسن اونلی، واسه همون زمانیه که تو ایم میگیری و گانت چقدر فاصله داشته باش. بچه ها من اینو گذاشتم خیلی دور، لگد گان میاد پایین ولی نمیدیدم، به شدت فلج شده بودم، فاصله نزدیک رو نمیتونستم بزنم. این به طرز فجیحی با بخش سنستون یه حالت میکستور داره، هر چقدر اینو ببری بیشتر، یعنی از دور گانو ببینی، خب اذیتت میکنه، سنست باید بالا باشه. پس اینو من یه حالت متوسط گذاشتم، یه لگد رو بیاره پایین و سنس یه متوسط طور که با این میکس بشه. سنس من با این بیسی که من رواله، گفتم همه اینا تست کردنی. پایین این دوتا رو هم بهتون بگم و خلاص. ساند ریمایندر زمانیه که صدا پا داری داخل مینی مپ چجوری نشون بده، نشون بده که آقا از اون سمت داره میاد، یا دقیق نشون بده که کجاست. بدون استثنا اینو بذار، بدون استثنا، یعنی ممکنه طرف 100 متر باهات فاصله داشته باشه، این نشون بده که از این زاویه داره بهت مثلا تیر میزنه، داره بهت صدا پا میاد، اصلا به درد نمیخوره اصلا. پس همین سمت چپی بذار، سمت راستیو کلا بی خیال شو. شو ساند ریمایندر اینم زمانیه که مینی مپ نه تو صفحه عادی داره بهت نشون میده که تیر از کجا میخوره، اون یک سمت راستش که بهت اصلا کلا نشون نمیده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی. سنسیبیتی بیسیک به طور کامل پروندهشو بستیم. دمت گرم که این ویدیو رو نگاه کردی، لایک کامنت سابسکرایب یادت نره. تا ویدیو بعدی فعلا.